خب دوستان ادامه میدیم سوال 506 از بخش 10 رو. ولیت یعنی نور خوب، رود یعنی جاده، نایت یعنی شب، بیلد آپ ایریا یعنی منطقه مسکونی، هاو یعنی چگونه، یوزینگ استفاده، دیپت هدلایت یعنی نور معمولی یا نور پایین، هلپ یعنی کمک کردن. میگه شما هستید در یک خیابونی که نور خیلی خوبه در شب و در یک منطقه مسکونی هستیم. ادامهش میگه که چگونه میشه شما استفاده کنید در وقتی که شما استفاده میکنید در از نور معمولی ماشین یا اون نور پایین ماشین چه کمکی به شما میکنه. قسمت دی درسته، یو یعنی شما، کنش توانستن، ایزی یعنی آسونتر، سین یعنی دیده شدن، آدر دیگران. میگه شما میتونید آسونتر دیده بشید به وسیله دیگران. خب بریم سوال 507. دوئل کریج وی که میدونید چیه؟ ترنینگ رایت پیچیدن به راست، آن تو یعنی داخله، وری نرو یعنی بسیار باریک، سنترال رزرویشن هم که اسمش با خودشه. خب منظور سوال چی میگه؟ میگه که شما میخواید به سمت راست میپیچید و وارد یه بزرگراهی میشید که بزرگراه چند خطه میشید که سنترال رزرویشنش بسیار باریکه، نروه، بسیار باریکه. چی کار باید شما انجام بدین؟ قسمت بی درسته، ویت یعنی صبر کردن، آنتی تا، رود یعنی جاده، کلیر یعنی خالی، بوست دایرکشن یعنی از هر دو طرف. میگه صبر میکنید تا جاده خالی بشه از هر دو طرف. خب سوال 508 نچرال اسپید لیمیت یعنی محدودیت سرعت قانونی، سینگل کریجوی یعنی کریجوی یک خطه، رود یعنی جاده، کارز یعنی ماشین ها، موتورسیکلت هم که مشخصه. خب منظور سوال میگه که چه هست محدودیت سرعت قانونی در یک سینگل کریج وی برای ماشین و موتورسیکلت ها. در سینگل ما گفتیم در دوئل 70، در سینگل 60 میشه. پس جوابمون میشه قسمت سی. و اگه توینگ بسته بود میشد 10 تا کمتر میشد 50، ولی الان توینگ نداره و در سینگل میشه 60. خب سوال 509 پارک کردن، نایت شب، رود جاده، اسپید لیمیت محدودیت سرعت. خب منظور سوال چی میگه؟ میگه شما پارک کردید در شب در خیابونی که با سرعت محدودیت سرعت 40 مایل بر ساعته، چه باید شما انجام بدید؟ قسمت بی درسته، پارک وید پارکینگ لایتس آن. میگه شما پارک میتونید بکنید به وسیله اینکه ولی باید پارکینگ لایت هاتون رو هم روشن کنید. تو معرفی چراغ ها بهتون پارکینگ لایت رو نشون دادم. خب سوال 510 ور یعنی کجا، سی یعنی دیدن، رد یعنی قرمز، وایت یعنی سفید، مارکرز یعنی کشیده شده یا علامت ها. خب منظور سوال این رو میگه، میگه کجا خواهد بود که شما ببینید این علامت های قرمز و سفید رو که کشیده شدن، یعنی به صورت شمارش معکوسی هست که در سر مسیرتون هست، در کجا شما اینا رو میبینید. قسمت بی درسته، اپروچینگ یعنی نزدیک شدن، کنسلت یعنی پنهان شدن، لیول کراسینگ یعنی دروازه قطار. میگه وقتی که شما نزدیک میشید به دروازه قطاری که پنهان شده، به صورت شمارش معکوس هست که مثلا اگه اینا رو ببینید، مثلا اگه سه خطش رو ببینید بهتون میگه مثلا 100 متر داریم تا دروازه قطار، اینه مثلا میگه 50 متر داریم و این یکی رو میگه که مثلا 20 متر مونده تا دروازه قطار. میخواد به شما گوشزد کنی که شما دارید به دروازه قطار نزدیک میشید. خب سوال 511 تراولینگ یعنی سفر کردن، موتوروی که مشخصه، ماست باید، من وقتی که سینگلت یعنی سیگنالت یعنی علامت دادن، هشدار دادن،
دو یعنی انجام دادن، ویچ کدام، دیز یعنی اینها. خب منظور سوال چی میگه؟ میگه که شما دارید سفر میکنید در موتوروی در انگلیس، شما باید بایستید وقتی که علامت داده میشه به شما به وسیله چه کسی که علامت به شما داده میشه معمولا که وش شما باید اطاعت کنید و بایستید. خب قسمت بی درسته، اترافیک آفیسر یعنی یک افسر تردد، یعنی همون پلیس آفیسر منظورش. خب سوال 512، گوینگ یعنی قصد داشتن، استریت یعنی مستقیم رفتن، اهد جلوتر، پیشتر، راوند اباوت یعنی میدان، سیگنال یعنی علامت دادن. خب منظور سوال چی میگه؟ میگه شما قصد دارید که مستقیم برید پیشتر در میدان، چه باید شما علامت بدید؟ میگه که شما جلوتر از میدان میخواید به مستقیم برید، چه علامتی، چه راهنمایی باید بزنید؟ قسمت دی درسته، سیگنال لفت یعنی علامت راهنمایی چپ میزنیم، جاست یعنی درست، افتر یعنی بعد از، پس یعنی عبور کردن، اگزیت خروجی یعنی خارج شدن، بیفور یعنی قبل از، وان یعنی یکی، گوینگ تو یعنی قصد داشتن، تیک یعنی گرفتن. خب منظور جواب این رو میگه، میگه پس از وارد شدن از میدان و قبل از اینکه به خیابانی که میخواید وارد بشید راهنمای چپ باید بزنید. خب سوال 513، می یعنی ممکنه، درایو یعنی رانندگی کردن، اوور بر روی فوتپاث یعنی پیاده رو. میگه چه وقت ممکنه شما رانندگی کنید بر روی پیاده رو. قسمت دی درسته، to get onto a property یعنی وقتی که شما میخواید وارد حریم خصوصی یا همون ملک خصوصیتون بشین، onto یعنی داخل، property یعنی ملک خصوصی و یا حالا مغازه یا هر چیزی، خونه و ملک خصوصیتون بشین. موفق باشین تا کلیپ بعد.